صبح زیبا و دلانگیز همه شما بیننده های عزیز ما بازم بخیر باشه و شما را خوش آمدید میگم به بخش صدای شما. قسمه که به شما عزیزا وعده کرده بودیم امروز خوشبختانه سخنگوی ریاست پاسپورت را با خود داریم و در رابطه به خبرهای جدید و فعالیت‌های تازه این ریاست معلومات بیشتر با ما و شما شریک خواهد ساختن. آقای نورالله پتمن سخنگوی ریاست پاسپورت در این لحظات برنامه در کنار ما هستند. آقای پتمن سلام، صبح شما بخیر، بسیار خوش آمدید. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته، خوشحاله اوسئ، تاسو ستړي مه شئ، ستاسو د سهار په خیر مننه کوم. بسیار تشکر. بیننده عزیز ما هر روز تماس می داشتند که شما مسئولین را داشته باشین از ریاست پاسپورت که بر ما در رابطه با باز شدن این ریاست و همچنانی که ما چطور می تانیم پاسپورت را راحت تر اخذ بکنیم معلومات بتن. حالا خوب از در ابتدا معلومات کلی را از شما بشنویم. دی پاسپورت و می ریاست ویپانه آنلاین ویپانه چلر ویساتا دی خپل هیوادوال پر مخ باندې خلاصه ده چې په دې بهیر کې مونږ سیستم دغه سیار کړی دی. هغه کسان چې آنلاین نوملیکنې په تیر کې کړي وي نوبت ورسېدلی، مونږ دوی ته نوبت ورکوو، د نوبت په اساس باندې ریاست ته راځي او کارونه یې په مخ ځي خلاصیږي. د ورځې مونږ شاوخوا د 8000 څخه تر 10000 پورې کسان پروسس کوو او په دوی باندې پاسپورټونه ویشو چې دا د لومړی ځل لپاره یو لوی مقدار تعداد دی چې د کابل په شمول په نورو 3 ولایتونو کې مونږ د آنلاین سیستم له لارې دغه ظرفیت لرو او دا مو لوړ کړی دی. نو پاسپورت ریاست په بېلابېلو برخو کې کافي کار وکړ تر څو هغه په مخ کې پرتې ستونزې بنسټیزې حل کړي. د هغې څخه وروسته مونږ دغه د ویش بهیر پیل کړو او خپل هیوادوالو ته په غوره او اسانۍ سره دغه پاسپورټونه ورکړو چې په دې بهیر کې مونږ توانېدلی یو تر دې مهاله پورې دغه سیستم مو ګړندی روان کړی دی. ولې غوښتنې ډېرې دي، تقاضاوې ډېرې دي، مونږ ظرفیت ته په کتو باندې اجرات کوو او د پاسپورټ ریاست هغه خپلې چارې په مخ وړي، ورځنۍ چارې. بسیار خوب. قبلا هم بعض اطلاعات در صفحات مجازی به خصوص نشر شده بود که ریاست پاسپورت اعلام کرده ابتدا بر کسای پاسپورت داده میشن که از قبل و در ماهای گذشته و در سال گذشته اونا ثبت نام کرده بودن و یا هم غیر حاضر بودن، نوبتشان نرسیده، ابتدا پاسپورت بر زونا توزیع میشه و پس از او هم مرحله بعدی آغاز میشه که هموطنان ما که تازه خودشان راجستر کردن بر زونا توزیع خواهد شد. در این رابطه شما چی نظر دارید؟ هو، هغه کسان چې په تیر کې نوملیکنه کړی وي او آنلاین سیستم کې نوم ثبت کړی وي دوی دا معنا لري چې دوی میاشت میاشت په صف کې ولاړ دي، انتظار یې کړی دی، نو حق اولیت دوی دی. نو مونږ غواړو چې دی لومړی پروسس کو، د دوی کارونه خلاص کو، د هغې څخه وروسته مونږ بعدي خلکو ته چې نوې نوملیکنه کوي نوبت ورکو. نو دوی زمونږ په لومړیتوبونو کې دي، دوی کارونه خلاصیږي، د هغې څخه وروسته بیا دوی ته نوبت رسیږي. او دویمه یا درېیمه کټګوري هغه خلک دي چې عاجل ناروغان دي، ملي لوبغاړي دي، تجاران دي، ورپسې محصلین دي، دوی هم زمونږ په لومړیتوبونو کې دي او د دوی کارونه عاجل ترسره کیږي او دوی ته مونږ عاجل پاسپورټ ورکوو. بسیار خوب. و کسایی که تا فعلا نوبتشان نرسیده یا هم تازه ثبت نام کردن احتمالا چقدر وقت دیگه اینا باید منتظر باشن تا اینکه بهشان نوبت برسه و هموطنان ما که از قبل راجستر کرده بودن اونا پاسپورت های خود اخذ بکنن؟ سلګونه زرو کسان نوملیکنه کړي، سیستم ته وخت نیسي، ځکه سلګونه زره کسان دا داسې معنا لري چې دوی په صف کې ولاړ دي. نو مونږ هغه کسان چې مخکې دي یا په مخکې دوی په قطارو کې ولاړ دي یا مخکې نوملیکنه کړي، مونږ مجبور او مکلف یو چې دوی پروسس کړو، دوی ته نوبت ورکړو، د دوی کارونه خلاص کړو. د هغې څخه وروسته هغه کسان چې اوس نوملیکنه کوي یا نن نوملیکنه کوي دوی ته بیا وروسته نوبت رسیږي. یعنې هغه کسان چې د څخه مخکې دي هغه که یو کس وي او که سل کسان وي که زر کسان وي، لومړی به هغه خلاصیږي، د هغې څخه وروسته به دوی ته نوبت رسیږي. نو مونږ ظرفیت ته په کتو سره اجرات کوو او کارونه یې په مخ ځي. بسیار خوب. اگر شما موافق باشین میریم به طرف تماس ها و بیننده عزیز ما که پشت خط هستن تماس هایشان پاسخ میتیم. ببینیم که اولین تماس از کدام هموطن ما است. بله سلام، صبح بخیر. سلام، صبح شما بخیر. علیکم سلام، خوب هستن؟ شکر، فرض خدا، شما خوب هستین؟ بزرگوار سخنگوی سرطان هستم. سلامت باشین، بفرمایید. این موضوع پاسپورت ما تکمیل شده، خلاص شده، در پوستخانه که میریم نگه نکاخت بیاریم.
نکاحت میگن بیارین به خاطر از اینکه پاسپورت بگیرین؟ بله. شما سلپ ندارین؟ سلپ بر شما نداده که شما وقتی که آمدین اون را بر ما بیارین؟ نخیر نیست. خب تشکر میکنم. اگر بگوین مشخصا کدام پستخانه؟ پستخانه خیرخانه. آها تشکر. دوی څخه په هغه وخت کې نکاحت غواړي یا اقاریب وسیلي غواړي چې دوی تشخیص نه کیږي، یعنی یو کس دی راضي وایي چې ماته پلانې پاسپورټ راکړي، ولې موږ نشو کولی چې دوی ته پاسپورټ ورکړو؟ ځکه چې دوی اقاریب وسیلي نه دي، په تذکره کې سر نه سره خوري، یا که چیرې دوی څخه نکاحت غوښتل کیږي تر څو معلومات وشي، تثبیت وشي چې دغه میرمن څوک ده، د چا میرمن ده، د چا خور ده، د چا مور ده، معلومات وشي، د هغې څخه وروسته دوی ته پاسپورټ ورکول کیږي. نو په دې اساس باندې کله چې دوی نکاحت ترې غواړي یا قاریب وسیلي وي یا هغه اصلي تذکرې ولري، نو د هغې په اساس باندې بیا دوی ته پاسپورټ په پوستخانه کې ورکوي. یعنی اگر پاسپورټ خودشان باشه مستقیما برشان داده میشه، ولی اگر از کس دیگه باشه به او خاطر اسناد بیشتر لازم داره؟ اسناد بیشتر لازم است، قاریب وسیلي لازم است، یا د تذکره کې سرش بخوره، یعنی پدر باشه، بیادر باشه، کاکا باشه و پدر کلان باشه، اینمی که در تذکره هم یک رقم باشه اجراءات برش میکنه، مشکل نیست. خیلی خوب، میریم به طرف تماس بعدی. بله سلام، صبح بخیر. عرض سلام، ادب و احترام دارم، خدا کنه مزاحم نشده باشم. خواهش میکنم. موضوع برنامه موضوع پاسپورت است. امیر سمجان یا شما کارکنان بگین در مورد متقاعدین حقوقش چی میگن، چی میشه؟ امیر یک معلومات میخواستیم. حتما، تشکر. حتما ما در برنامه آینده این موضوع را بازم در نظر میگیریم. و تماس بعدی. بله سلام، صبح بخیر. بله سلام، شما را؟ بله تماس شما وصل شده. خب تماس بعدی را پاسخ میتیم. بله سلام، صبح بخیر. صبح شما بخیر. میبخشین، ما یک سوال داشتم. ما خودم آنلاین ثبت نام کردم، تقریبا یک سال میشم. در تاریخ 15 بر ما گفتن دوباره چک کنیم، در تاریخ 15 میزان، بعد 15 میزان 14 میزان ریاست بسته شد. حالا منتظر هستم، هیچ برام تاریخ نمیته، میشه برام یک معلومات بده؟ تشکر. حتما. با ای خواهر، ما گفتنی داریم که کسی که وقت ثبت نام کده بودیم که ما یک سال میشه که ثبت نام کدیم، حتما نوبتش یا رسیده یا در امروزه میرسه، بخاطر که اونمو ماها اونمو سال ما در زیر پروسیس داریم و حتما در روزه نوبتش میرسه. اگر نوبتش نرسیده یک دفعه نمی فرم خود چک کنه، شاید نوبتش ترم شده باشه، و حتما نوبتش میتیم و میرسه. بسیار خوب، پس خوب است که یک بار دیگه هم چک بکنن. و میریم به طرف تماس بعدی. بله سلام، صبح خیر. دوست عزیز، صد شما خوب است. تشکر، سلام. ما از ویم صاحب یک معلومات میخوام که سایت ولایت پاکتا فعلا بند میباشن، چی کار کنیم در این رابطه؟ آها تشکر. هو د ولایتونو ځینې سایتونه بند شوي دي. موږ په لومړیو کې اعلان ورکړ چې تاسو خپل فرمونه ولایت ته بدل کړئ، یعنی هغه کسان چې مرکز ته آنلاین نوملیکنه کړې وي دوی د ولایت ته فرمونه بدل کړي تر څو یې نوبت زره ورسیږي. نو ډېری هیوادوالو خپل فرمونه ولایت ته بدل کړل، موږ لیمیټ ورکړی وو، یعنی ورته ویلیم چې که تاسو یو اونۍ کې فرمونه بدل کړل ستاسو فرمونه بدلیږي، او که بدل مو نه کړل نو بیا وروسته نه اوړي یا نه بدلیږي. نو په دې اساس باندې اوس فعلاً سایټ بند دی، هلته ظرفیت پوره دی. او ځینې ولایتونه چې پکتیکا و زابل و ارزګان و نیمروز و کندوز و نورستان و دا هغه ولایتونه وو چې هلته موږ ظرفیت کم شوی و، یا ظرفیت په خلاصېدو بیرته مو اعلان ورکړ چې د دغه ولایتونو اوسیدونکي چې اصلي او فعلي استوګنځای ولایتونه دي همدغه دوی د فرمونه بدل کړي. نو موږ هغه لیستو ته په کتو یا ظرفیت ته په کتو ولایت ته په کتو باندې ګورو، که چیرې د پکتیا ولایت ظرفیت راکمیږي موږ اعلان ورکوو چې تاسو اوس پکتیا ولایت ته خپل فرم ډکوی شئ یا نوملیکنه کوی شئ. نو فعلا پکتیا کې ظرفیت پوره دی. با تماس بعدی. بله سلام، صبح خیر. بله سلام. سلام، خوب هستین؟ بخیر، تشکر، سلامت باشین، بفرمایید. امی کسی که نو ثبت نام کرده به نظر شما نوبت از چی وقت میرسه؟ تشکر.
نوبت تا که اونمو مردم ما خلاص نکنیم که یک سال پیش یا پنج ماه پیش ثبت نام کرده باشه اونمو را پروسس نکنیم خلاص نکنیم تا نوبت شما نوبت نمیرسه بخاطر که اونمو مردم د اولیت ما است اونمو منتظر شده د یک صف استاد است ما مجبور هستیم که اونمو صف پروسس کنیم باز بر شما نوبت بدیم تماس بعدی را هم پاسخ میتیم بله سلام صبح بخیر بله سلام علیکم بیادر خوب هستین تشکر سلامت باشین بفرمایید برادر من پارسا ثبت نام کردم تسکیل دمی بارید پاسپورت بازدار ما تاریخ زد ما سه تا پاسپورت آلی برای خانه یک دخترک پیدا شده یعنی من ایده چی رقم پاسپورت را زیر چی رقم بگیرم امروز یک معلومات میخواستم تشکر تشکر آنلاین ثبت نام کند و نوبتش میرسه که نوبتش رسید به دخترکت ما پاسپورت میتیم بسیار خوب پس یعنی بزودی پاسپورت برشان داده نمیشه حتما منتظر باشن چند ماهی را در بر خود گرفت تا کسایی که تا فعلا منتظر هستن اونا نوبتشان سپری شد و بعد نوبت شما خواهد رسید و تماس بعدی بله سلام صبح بخیر بله سلام صبح شما بخیر علیکم سلام بفرمایید صبح زندگی؟ بله برنامه صبح زندگی میخواستم این پاسپورت های مزار اونو پرسان کنم که اون چهار ماه میشه ثبت نام کردیم تا حال اونو در ما تاریخ نداده آها تشکر کچیر تاسو کابل تا آنلاین نملیکنه کردی وی نو وقت پا انتظار یا هر کسان چه مخ که نملیکنه کردی اغا خلاص یا غیت خورست تاستا نوبت در کول کیگی او کچیر مو خپل فرم مزار شریف ولایت تا یا بلخ ولایت تا بدل کردی وی نو آل تا مونگو کسان لرو کل چه اغا کسان چه مخ که تاستا فرم بدل کردی یا آل تا چینچ کردی دی اغا بخلاصی غیت خورست تاستا نوبت در کول کیگی نو هیچ سوک بی نوبت نپاتی کی هر کسان چه نملیکنه کردی وی زمونگ سر په سیستم کې وی دوی ته اتمن تاریخ ورکول کیږي او کارونه په مخ ځي مونږ پاسپورت ورکو خیلی خوب و آخرین تماس هم پاسخ میتیم ببینیم که کدام هموطن ما روی خط هستن بله سلام صبح بخیر زنده باشی من یک سمسان هستیم در حساب این پاسپورت این پاسپورت اگه وقت شتیر شو و بازود ما چطور کنیم دیگه تا چقدر وقت شتیر شو و بعد از او باز پس دیگه میتم بله تشکر هغه کسان چې پاسپورټونه یې له وخت څخه تیر وي یا وخت بیا اوښتی وي دوی بیا هم هغه کوم سیستم چې مونږ خلاص کړی آنلاین ویبپاڼه دی آنلاین ویبسایټ دی هغلته نوځي نوملیکنه کوي د تیر پاسپورټ یا زاړه پاسپورټ مشخصات پکې رسول کیږي کله چې هغه مشخصات ورسېدل نو هغه مشخصات چې ورسیږي نو د هغې څخه وروسته یې دوی کارونه په مخ ځي او نوبت ورکول کیږي مونږ بل پاسپورت ورکوو بسیار خوب خیلی تشکر میکنم از حضور شما در برنامه و امیدوار هستم که بیننده عزیز ما که تماس گرفتن مشکل داشتن و یا هم معلومات میخواستن در رابطه با ریاست پاسپورت و اخذ پاسپورت معلومات بیشتر حاصل کرده باشن با امید همکاری بیشتر شما در برنامه های بعدی خیر و خوشحال و سلامت باشید از شما عزیزا هم قلبا سپاس بخش صدای شما باز هم ادامه داره فعلا وقفه بسیار کوتاه بیننده ادامه برنامه صبح و زندگی بخش صدای شما هستن و تا لحظات قبل هم آقای نورالله پتمن سخنگوی ریاست پاسپورت با ما بودن و معلومات جالب را در رابطه با آغاز کار این ریاست شریک کردن و فعلا هم در ادامه این بخش استاد محترم امین الله بابک استاد دانشگاه با ما هستند و باز هم اگر شما عزیزان مشکل حقوقی دارین و یا هم نیاز به مشوره در بخش های حقوقی دارین میتونین به شماره 070-111-4090 همین لحظه تماس بگیرین استاد محترم حتما به شما مشوره های لازم را ارائه خواهد کردن استاد سلام و صبح شما بخیر خوش آمده سلام صبح شما بخیر در خدمت شما سلامت باشین خب میریم به طرف تماس ها چون فرصت برنامه هم نسبتا محدود است ببینیم اولین تماس از کی است بله سلام صبح بخیر خب تماس بعدی را پاسخ میتیم بله سلام صبح بخیر خب نمیفهم صدای بیننده ما چرا بر ما درست نمیه تماس بعدی را پاسخ میتیم بله سلام خب
شما عزیزا لطفا موقعیت خوب را اختیار بکنید تا صدای شما را بهتر در برنامه داشته باشیم و تماس بعدی را میریم پاسخ میتیم ببینیم که کدام هموطن ما روی خط هستند. بله سلام، صبح بخیر. وعلیکم السلام، جور هستین؟ بخیر هستین؟ تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ خوش آمدین. بفرمایید. گذرم از سلیزو از شما اک پرسیش داشتم و تو منی رقابت های آی پی ایل پخش چرا نمی کنید؟ مشکل چه هست؟ رقابت های آی پی ایل همی لحظه میتونم براتون بگویم که از طریق وبسایت شبکه جهانی آریانا نشر میشه www.arenatelevision.com و همچنان از طریق وبسایت آریانا نیوز www.arenanews.af شما عزیزان میتونید به طور زنده و قانونی تماشا بکنید. تشکر. و تماس بعدی. بله سلام، صبح بخیر. بله سلام. بله سلام، خوب هستی؟ تشکر، شما خوب هستین؟ بفرمایید. تلویزیون آریانا؟ تلویزیون آریانا، برنامه صبح و زندگی. خب من به خاطر گفتم یک دوا داشتیم، به خاطر یک چیز مشکل همون را گفتم بگویم. بفرمایید. یعنی یک خانه هست، همون را دو سال شد دیگه که ما او را خریده بودیم، نمره بود. بله. این نمره را دوا میکنه، میشنوی؟ بله میشنوی، بفرمایید. این نمره ما را دیگه این دو سال بعد دوا نفر میکنه که این اسمه است نیمش. دیگه چطور میشه؟ شما این زمین این نمره را که زمان خریدین کدام سند از نفر گرفتین؟ سند گرفتین بیادر مامسر موخانه شهید شد، کشتندش. دیگه نه اینی رقم امسال باز دوا داره که ما دونیم لگه دیگه برما بتیم، نه چون ما چی کنیم؟ همشیره، این زمین زوراباد است و یا زمین هایی که در کو موجود است او است یا زمین های؟ نه قواله دار است، خانه های سابقه در شار است، این نای اول شور بازار. درست. که خرابات هم میره بر ما بگو بهترین راش همشیره. این مسئله شما مسئله بزرگی است چون که دقیق قتل هم صورت گرفته. بهترین راشی است که شما عرض شوین در حقوق کابل، در حقوق کابل شما عرض شوین، در فراره او است، اونجا عریضه بکنین، عریضه تقدیم بکنین و تمام مشکلات حالا بگوین، ان شاءالله مشکلات شما رسیدگی شوه. اگر شما خانه را خریدین، پول دادین، سند گرفتین، پول پرداختین، حتما شواهد دارین. زمانی که ما یک خانه را قرارداد میشه، حتما دو سه نفر شاهد، وکیل منطقه، یک تاپا، یک شست میمونن که خانه را از فلانی بود بالای فلانی بینی اساس فروخته شده. دیگه شما به حقوق کابل مراجعه بکنین، ان شاءالله مشکلتان حل شوه. بله. پیش فراری هم هسته. تشکر از تماس شما. بخیر باشین. تماس های بعدی. بله سلام، صبح بخیر. بله سلام. بله. صدای شما را داریم، بفرمایید. خب تماس های بعدی. بله سلام، صبح بخیر. بله سلام. الو سلام، صبح بخیر. الو مشتم تلویزیون آریانا؟ بله تلویزیون آریانا، برنامه صبح ها زندگی، بفرمایید. خب برادر ببخشید رستم جان، ما برادر گل صدای شما را داریم، میربانی. ما یک سال است که دمای سنبلای نمی پتاپورت نام نویسی کردیم، هیچ تابال برمان باسطه نداریم، هیچ نه دست ما نامد. بله از تماس شما تشکر میکنم. بله آقای پتمن هم چند لحظه پیش یادآوری کردن کسایی که ثبت نام کردن سال قبل منتظر باشن، نوبتشان به زودی میرسه، ولی کسایی که تازه ثبت نام میکنن منتظر باشن تا اینکه تعداد ثبت نام کسایی که ثبت نام کردن از قبل اونا تمام شود و پس از اینا میتونن که مراجعه بکنن و شاید برشان تاریخ داده شود. تشکر میکنم. تماس بعدی. بله سلام، صبح بخیر. بله سلام علیکم. علیکم سلام، خوب هستم؟ شما زنده باشین. کاکا سلام هستم، از سرک دارلمان تماس گرفتیم. کاکا سلام، در رابطه به استعداد مجرمین سوال دارین، درست است؟ بله ابو رو پرسند کردم باز گفتین اول میدونم. درست کاکا سلام، اوی بندی شما در افغانستان مرتکب کدام جرم شده بود؟ در
افغانستان نیست محترم، بندی ما در ایران است و تا جایشم درک نداریم و هیچ امکاناتم ندارم که پشتی برم بگردم و گفتم که امارات بندی ها انتقال میده. به من نسبت یک تماس گرفتم گفتم خبر بگیرم که تمام بندی ها انتقال میده یا یک تعدادش انتقال میده. از ما در ایران است و جایشم برای معلوم نیست، هیچ امکاناتم ندارم. درست درست به حساب ما کم کوشش ما کاکا سلام کوشش کردم که معلومات دریافت کنم. حالا کما که دریافت معلومات قبلا در نظام قبلی به شکلی بود که اگر ما مقاله نوشته میکردیم یا کدام کتاب یا کدام موضوع در هر وزارت آزادانه میرفتیم معلومات جمع آوری میکردیم بسیار به شکل درستش، اما حالا اجازه نمیدن که معلومات ما دریافت کنیم. اما در کل وزارت مهاجرین و وزارت خارجه روی از این موضوع کار کرده رایسته. استرداد مجرمین است یک موضوع خاصی است که تمام افغانایی که در ایران، در عربستان، در تاجکستان، ما امرای این سه کشور عربستان، امرای چهار کشور ما قرارداد استرداد مجرمین داریم. به این مانا او بندی ها باید از رها شود. به خاطر از اینکه نظام سقوط کرد تمام بندی های افغانستان رها شد و حق مسلم از اوناست که اونها به بهترین فرصت وزارت مهاجرین و وزارت بخصوص وزارت خارجه این موضوع را پیگیری بکنه، لست روان بکنه، تمام مهاجرین پس به افغانستان انتقال شود و این یک موضوع خاص خودت یک موضوع خاص است که باید از این پیگیری شود از طرف حکومت فعلی و تمامشان فعلا اگر قانون را مراعات بکنند اونا باید رها شوند. افغانستان انتقال شوند چرا که نظام سقوط کرد. عفو عمومی زمان صورت میگیره زمانی که نظام سقوط بکنه. بله خب تشکر میکنم از بیننده ما، امیدوارستم که پاسخ خود دریافت کرده باشن. و آخرین تماس. بله سلام، صبح بخیر. سلام علیکم. علیکم سلام، خوب هستین؟ دوستم جان خوب هستی؟ بخیر ساتیره. تشکر، سلامت باشین. انشاءالله شما هم خوب باشین. بفرمایید. شکر پرور خدا است از نیم بار با تماس شدیم. بسیار خوب، مهربانی. با نام سید مبین یک استاد از لیسه نینگراد. امی شاگردار رو گفتم سید درس نمیته. خب تشکر میکنم بازم از اینکه شما تماس گرفتین، ولی مشکل مربوط به وزارت معارف کشور میشه و مرتبط با بخش استاد نیست که مشوره حقوقی در این رابطه به شما ارائه بکنن. انشالله که اونا متوجه شده باشن، بخصوص اداره مکتب که در این قسمت بتانن اقدام جدید داشته باشن. استاد از حضور شما بسیار تشکر میکنم از اینکه تشریف آوردین و به تماس های بین عزیز ما پاسخ دادین. در خدمت شما هستیم. رسول صاحب، امروز یک موضوع خاصی بود که اصل قانونی جزاها بود، یک موضوع بسیار خاصی بود که یکی از اصولی است که باید از در مرحله تحقیق و تعقیب راحت شود که متاسفانه وقت یاری نکرد که موضوع را ما روش بس میکردیم. باز انشاءالله در برنامه های بعدی هفته آینده، چون که مسئله پاسپورت هم مسئله ضروری است به متنان ما. انشاءالله که خوش باشین، سلامت باشین. هفته آینده هم منتظر شما هستیم. خیلی از شما عزیزا هم قلبا تشکر. فعلا وقفه میگیریم و برمیگردیم.